این روزها اعتصاب گسترده کامیونداران و رانندگان کامیون تقریبا در تمامی استانهای کشور و در بیش از 242 شهر رژیم رو غرق وحشت کرده. رژیم تمامی ترفندها رو به کار برد تا این اعتصاب رو در هم بشکنه. اما تمامی شیوه های تطمیع و تهدید به ضد خودش تبدیل شده و رانندگان اتوبوس و تاکسیران ها هم به کامیونداران اعتصابی پیوستند و نفتگران هم از اونها اعلام حمایت کردند. بازاریان بسیاری از شهرها از اعتصاب رانندگان کامیون اعلام حمایت کردند. اعتصاب سراسری کامیونداران و رانندگان کامیون به نوشته رسانه‌های خارجی ایران را فلج کرده و ارکان رژیم رو به لرزه و ضد و نقیزگویی واداشته. البته لازم یادآوری کنم اعتصاب و اعتراض علیه سیاست‌های چپ و ولگرانه و سرکوبگرانه ی رژیم منحصر به این مورد نبوده. این روزها شاهد اعتراضات گسترده کارگران در شهرهای سمنان، دامغان، شاهرود، عراق، قزوین و همینطور تهران و بسیاری نقاط دیگر بودیم. در هفته‌های اخیر شاهد حرکت‌های اعتراضی کشاورزان در نقاط مختلف کشور از جمله در اصفهان، خوزستان و گرگان بودیم. اعتصاب بازنشستگان و معلمان و مالباختگان هم که به امری همه روزه تبدیل شده. گزارش کوتاهی رو از واکنش‌های رژیم در قبال این جوشش و خروش سراسری اقشار به جان آمده میهنمون می‌بینیم. آقای اکبر رنجبرزاده نماینده مردم شریف اسدآباد به اتفاق آقایان احمد امیرآبادی، امیر خجسته، جلال محمودزاده، یحیی کمالی پور، محمد حسین فرهنگی و اصغر مسعودی و جناب آقای منوچهر جمالی به وزیر محترم راه و شهرسازی نابسامانی در برنامه ریزی برای احقاق حقوق رانندگان عمومی بین شهری و کامیونداران موجب شده است بیش از 500 هزار راننده در سطح کشور اظهار نارضایتی و بعضاً در بعضی شهرها تجمع نمایند. ادامه روند فعلی موجب می‌گردد معیشت بیش از 2 میلیون نفر به خطر بیفتد. خبر 24 شش خرداد. هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس ارتجاع: مسئله سوخت به یک بحران در اکثر شهرستان‌های کشور تبدیل شده است و در صورتی که این وضعیت ادامه پیدا کند احتمال دارد تا دیگر ناوگان‌های حمل و نقل نظیر اتوبوسرانی و تاکسیدارها نیز به حلقه کامیونداران بپیوندند و خواستار مطالبات خود شوند که ادامه این وضعیت می‌تواند مشکلات اساسی برای کشور ایجاد کند. دولت باید نسبت به احقاق حق و حقوق رانندگان وارد عمل شود و نمی شود هر روز کشور با یک مشکل بزرگ دست به گریبان باشد، چرا که این تحرکات می تواند مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی برای کشور به همراه داشته باشد. اطلاعیه همبستگی نفتگران ایران با اعتصاب سراسری کامیونداران کشور: در شرایطی که حکومت آخوندی تلاش می کند با دامن زدن به اختلافات و ایجاد تشکل‌های قلابی فرمایشی صنفی مانع هر گونه اتحاد و تشکل مستقل بین کارگران و زحمتکشان شود، شکل دادن این اعتصاب سراسری و استمرار مقاومت بر سر گرفتن حقوق برای ما بسیار تقدیر برانگیز است. اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه شش خرداد: از مردم و خانواده‌ها می‌خواهم مراقب بچه‌هایشان باشند و از کسانی که ممکن است از جنگ روانی دشمن و سرویس‌های بیگانه فریب بخورند مراقبت کنند و اجازه ندهند وقتی مردم خواسته به حقی دارند این افراد سوء استفاده‌گر وارد میدان شوند. مردم و جریان‌های سیاسی ممکن است از طیف‌های مختلف اعتراضاتی داشته باشند، ولی مراقب باشند فرصت طلبان و ضد انقلاب خارجه نشین و حامیان آنها سوء استفاده و از اعتراض به حق مردم بهره برداری نکنند. بله، البته خود خیزش کازرون و یا اعتصاب کامیونداران فی نفسه رژیم رو خیلی نمیترسونه. اون چه که رژیم رو میترسونه همونطور که اژه‌ای هم به طور سربسته به اون اشاره کرد نیرو و جریانیه که اون رو هدایت و رهبری میکنه و امکان اون رو داره که این حرکت‌ها و اعتصاب‌ها رو به یکدیگر گره بزنه. گوش کنید، در ادامه این موضوع خیلی صریح مطرح شده.
روزنامه ایران، ارگان دولت روحانی، 6 خرداد. اصل اعتراض و اعتصاب هیچ مشکلی ندارد، بلکه اینکه چه نیروهای اعتصاب را راهبری می‌کنند مسئله اصلی است. این مسئله در تاریخ معاصر ایران نیز بارها اتفاق افتاده است. تا زمانی که سندیکاها و بخش‌های اقتصادی مستقل را به وجود نیاوریم، این اقدامات منجر به هراس خواهد شد، چرا که معلوم نیست مدیریت اعتصاب در دست چه کسانی است. در مورد همین ماجرای اخیر و بحث‌های کامیونداران، به این خاطر که در طول زمان اتحادیه‌های قدرتمند شکل نگرفتند و به حرکت‌های پراکنده صنفی، نامه‌نگاری‌ها و غیره نیز تاکنون بی‌توجهی شده بود، اعتصاب سراسری شکل گرفت. در حالی که با وجود مذاکرات چند جانبه قدرتمند، مسائل آنها می‌توانست پیش از این مرتفع شود. علت صورت نگرفتن مذاکره نبود اتحادیه بود. نبود اتحادیه ما را از هر نوع اعتصاب می‌ترساند. دولت‌های گذشته هم که اجازه شکل‌گیری انجمن‌های مستقل را نمی‌دادند، باعث می‌شدند که گروه‌های رادیکال‌تر و گروه‌های سیاسی که داخل کارخانه‌ها رفته بودند، به عنوان نیروهای پیشگام خودشان را جلو بیاندازند و خواسته‌های سیاسیشان را به خواسته‌های صنفی تبدیل کنند. به نظر میرسه توصیه ارگان دولت روحانی مبنی بر به رسمیت شناختن حق تشکل‌های مستقل کارگری نوشداروی بعد از مرگ سهراب برای نظام باشه. روزنامه حکومتی اعتماد روز 5 خرداد نوشت اونچه که این روزها سکه رایجه مخالفت با کل نظامه. این رو میشه از جریان تشییع جنازه هنرمند مردمی ناصر ملک مطیعی هم خوند که خشم مردم بار دیگه به شعار مرگ بر دیکتاتور و دیکتاتور نگاه کن عزت خدا دادیه و همینطور شعار علیه نیروی سرکوبگر انتظامی بالغ شد. تجمع هزاران نفره‌ای که پرتاب گاز اشکاور و شلیک تیر هوایی هم بر اون اثر نداشت. صحنه‌ای از این تظاهرات رو ببینیم. مراسم تشییع